حسین سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای گذار از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سازگارا و بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. اظهارات اخیر خامنه ای رو داریم. پوشش بی سابقه رسانه های حکومتی از حمله حماس، تصمیم به کشاندن جشن پیروزی به خیابون ها، اعلام حمایت رهبر جمهوری اسلامی از این حمله از زبان مشاور نظامیش و تهدید کشورهایی که قصد عادی سازی روابط با اسرائیل رو داشتند. در طرف مقابل دیدیم که بایدن به صراحت گفت طرف‌های متخاصم دیگه مراقب باشن که نمیتونن از این شرایط بهره برداری بکنن. آمریکا و حتی متحدان غربی در کنار اسرائیل ایستادن. این چه تبعاتی برای تهران میتونه داشته باشه؟ ابتدا نمیتونم تأثر و تأسف خودم رو ابراز نکنم از خونهایی که به ناحق از دو طرف الان داره ریخته میشه. جنگی رو که آقای خامنه‌ای و حماس شروع کردند فقط الان گلوی اسرائیلی ها رو نبریده و این گونه وحشیگری و قساوت اسرائیل تجربه نشون داده چند برابر تلافی خواهد کرد و مردم عادی غزه هم که نه حماسن نه جهاد اسلامی هن باید زندگی بکنن. یک میلیون خورده ی آدم که الان آقای نتانیاهو گفته ترک کنید اونجا رو و برید آواره بشن و غیرو، اونها هم در عذابن. بنابراین این افریت جنگ که خامنه‌ای سمبولش الان و همینطور حماس بازوی دست اوس متاسفانه سایه انداخته. ما قبلا شنیده بودیم، من چند روز پیش مدتی قبل شنیدم که با صرف هزینه زیاد دو تا پایگاه هر کدوم بیشتر از 1600 متر مربع به اصطلاح چیز زیرزمینی، کارگاه زیرزمینی در غزه جمهوری اسلامی درست کرده و خدا میدونه چند صد میلیون دلار پای ملت ایران در اومده یا چند میلیارد دلار که اونجا موشک و پهپاد انتحاری تولید کنن و حالا نتیجهشون میبینیم به اضافه خیلی چیزهای دیگه. شک نباید کرد که جمهوری اسلامی پشت ماجراست. این تبلیغاتی هم که میکنن واقعا نخنماست. 40 سال این اسرائیل ستیزی، محو اسرائیل، آمریکا ستیزی در ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره و غیر از جانهای زیادی رو که گرفته میلیاردها میلیارد دلار هم به ملت ایران خسارت زده، اونم ملتی که میلیونی در خیابون فریاد زده نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران یا سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن و الان با فقر و گرسنگی داره دست و پنجه نرم میکنه. بنابراین این صحنه هایی هم که دکور میسازن و ور میدارن برن، اینا همونایی هم که میریزن تو خیابون مردم رو، زن مردم و بعد دختر مردم، بچه مردم رو کتک میزنن و میکشن. اینها رو جمع کردن از این نمایش های واقعا محوع، یعنی صد رحمت به چنگیز خان مغول یا هیتلر یا دیگران، اقلا وقتی آدم میکشتن جشن و پایکوبی نمی کردن. این جشن و پایکوبی که خامنه‌ای و اعوان و انصار جمهوری اسلامی برای آدم کشی، تروریسم، جنگ و گرفتن خون و جان و زندگی مردم به راه میندازن واقعا شرم آوره. شرم برای انسانیت، عرق شرم به پیشونی بشریت میشینه. بر صورت شک نباید کرد این کار جمهوری اسلامی است و خامنه‌ای هم عمدن چند روز پیش اون حرفا رو زد که حالا در تبلیغاتشون بگن آقا فرمونده بودن که اسرائیل نابود شدنی است. اسرائیل نه با این حملات نابود میشه، نه به نظر من روند دوستی و آشتی که در منطقه شروع شده به خصوص بین سعودی ها و اسرائیل متوقف خواهد شد. فقط به قول معروف زمستون میگذره و روسیایی به زغال میمونه. جناب سازگارا، جمهوری اسلامی که تکلیفش کاملا مشخصه، فکر میکنین آنچه که امروز شاهدش هستیم چه تأثیری بگذاره بر این سیاست مماشات غرب، مشخصا آمریکا، دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، مماشات این رو میشه گفت که الان چون طبیعتاً اسرائیل متحده نزدیک امریکاست و مقامات نظامی مقیم هستن در سنتکام امریکا داره و حتما الان دارن بررسی میکنن، چون یکی از احتمالاتی که ممکن است دایره جنگ رو از غزه فراتر ببره این است که اسرائیل به تلافی کارهایی که جمهوری اسلامی الان کرده و این جنگی رو که شروع کرده ممکنه شروع کرده ولی پایانش دیگه دست خامنه‌ای و حماس نیست. اسرائیل ممکنه که خاک ایران رو هدف قرار بده، مراکز موشکی، مراکز هسته‌ای یا مراکز دیگر. در این حالت شک نباید کرد که وقتی این کار رو میکنه که امریکا پشتیبانی کنه، چون بدون امریکا نمیتونه و موافق باشه. من نمیدونم الان ممکنه چه تصمیمی در چند روز آینده گرفته شه. یک سرش هم به حزب الله لبنان و به جمهوری اسلامی برمیگرده که اونها قدم بعدی چه کار خواهند کرد. فقط مردم غزه رو دم تیغ دادن و به کشتن میخوان بدن، بعد بشینن یک کنار یا میخوان ادامه بدن. بنابراین این جنگ ممکنه که دایرش گسترده تر بشه. اگر این بشه مطمئنن امریکایی‌ها دخالت خواهند کرد و پشت اسرائیل میستن، آنچنان که الان جو مساعد در همه دنیا پشت اسرائیل هست و هر کاری بکنه کسی بهش اعتراض نخواهد کرد و حقش میدونن که اینطور تلافی کنه. سپاس از شما محسن سازگار، فعال سیاسی و عضو شورای گذار از واشنگتن.